قدم تلاش اولین اونها نتیجه نمیدید. اینجا منچر سفاروف و زویر جورابویف نه اونقدر حرکتی خوب داشتن. بعدا زویر به هر حال این حالت رو میخواست برطرف کند و توپ رو خواست به مرکز روان کند. در بازی افتی تو فوتبال بازان سعودی فاول بودن و یکی از بازیکنان بسیار هم خطرناک سلیم الدوسری در این حالت فرصت رو پیدا میکند و با زدن گل موفق میشود بازیگری میانه میدان در هیئت دسته عربستان سعودی. ببینید که چی قدر مثلا فوتبال عرب حالا با صرف مبلغ های هنگفت پیش رفته شده است. هر چی که میتوانند آنها البته کرده شدند با صرف مبلغ خیلی کلان و این چیز امروز نتیجه داد. البته بازی ما بازی بد نبود ولی ما چطوری که در گزارش قبلی هم گفتیم بازی عربستان رو بر مقابل ابردسته های نه تنها آسیا بلکه جهان وقتی که تماشا میکنیم آنها واقعا پرقوتن و آفرین به بچه های ما که امروز حداقل چنین بازی نشان دادن. اما در باره بخت تاکتیکی گفتن نمیتوانیم که این بخت تاکتیکی است بلکه این برتری عربستان سعودی است از لحاظ هم فیزیکی هم تاکتیکی هم از همه جهت. هرچند بچه های ما با غرور ملی بازی میکنند و با مونند اونی که در جام آسیا اونها برآمد کردن امروز هم خیلی ارزنده بازی کردن. خوب بعد از 3 روز ما دسته عربستان سعودی رو در دوشنبه قبول میکنیم و فکر میکنیم که اونجا بازی تماما دیگر خواهد بود. اکنون در فوتبال البته از قدیم بودن مخلصان و سر و صدا و شور و انگیزه مخلصان همیشه برای دسته میزبان تاثیر خود رو میرساند و امروز اونهایی که بازی رو تماشا کردن شاهد شدند که مخلصان منتخب عربستان سعودی چگونه تاثیر خود رو به بازی رساندند. واقعا غیر گفتن نمیشود این چیز رو که اونها چگونه خوب تاثیر گذاشتند و من باور دارم که در دوشنبه عزیز و زیبای ما نیز مخلصان فوتبال تشریف میبرند به ورزشگاه و حتی بیشتر از اونه که ورزشگاه ما گنجایش دارد شاید 30,000 نفر شاید بیشتر از این و ما حیران میسازیم رقیب رو عربستان سعودی رو و امیدوار میشویم که اونجا حداقل با دست آوردن یک امتیاز برای ما نصیب گردد از این منتخب. اکنون یک مراتب با جدول گروه بینگریم که چگونه در آنجا دسته ها جایگیر شدند. خوب با عربستان سعودی که در دو بازی دورهای با اولی خود پیروزی به دست آورده بود با 9 امتیاز اکنون با این پیروزی خیش در جای اول قرار میگیرد و شانس برای زین اول خیلی مشکل میشود رفتن برای ما البته. ولی با 4 خوله که ما داریم در 3 بازی بعدی مخصوصا در بازی خانگی خود بر مقابل عربستان سعودی هر یک ما یک امتیاز به دست میاریم و دو بازی دیگر با اردن و پاکستان این شانس های بهترین ما میشود که ما در این بازی ها امتیاز به دست میاریم و هر یک با جام آسیای بعدی رو خط بگیریم و برای جام جهان البته مبارزه خود رو ادامه بدیم. ما باور میکنیم با مربی که فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب کرد باور میکنیم با کاری او با انتخاب او و انتظار میشویم بازی بعدی رو. اینامدین اکنون سوال آخرین نزدیک به فوتبال چی تاثیرات برداشتید از آمدن به از عربستان سعودی؟ راستی هدف اساسی و از تاجیکستان وقتی که یک جا ما گروه جدی به تیاره شیشتیم اومدیم تنها یک چیز در دل بود که منتخب ما بازی خوب کند و ما از این سرفراز باشیم و فخر کنیم بیرون از تاجیکستان و با سر بلند برگردیم. واقعا بچه‌ها کوشش زیاد کردند مخصوصا در قسم دیوم بازی خوب هم نشان دادند و باعث افتخارم هست و تشکر میگم البته برای چنین مساعدت برای چنین امکانیت ولی متاسفانه نتیجه آنچه که ما میخواستیم نشد. سپاس از اینامیدین و دوستان عزیز چگونه که در روند صحبت ذکر کردیم بعد از چند روز ما دسته عربستان سعودی رو در دوشنبه قبول خواهیم کرد و البته حضور این باخت رو خواهیم برآورد. در همین جا گزارشی مستقیم ما از الریاض به انجام میرسد. برای همه شما شب خوش دوستان عزیز. خیر.